نام خدا و با درود سلام، خوش آمدین به این ساعت خبری ما. آمریکا: اگر طالبان نشانه از لغو محدودیت ها بر زنان نشان ندهند، فشارهای بیشتری اعمال می کنیم. روزنامه 8 صبح کابل می نویسد: در ادامه واکنش ها به اجباری شدن حجاب از سوی طالبان، وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که اگر طالبان هیچ نشانه از لغو اقدامات خود نشان ندهند، اقداماتی را برای افزایش فشار بر طالبان روی دست خواهم گرفت تا آنان برخی از تصامیم عقید خود را در مورد محدود کردن حقوق زنان و دختران لغو کنند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه 19 ثور این مطلب را در واکنش به اعمال حجاب اجباری از سوی طالبان مطرح کرده است. نت پرایس گفته است: ما مستقیما این موضوع را با طالبان مطرح کردیم که برخی از ابزارهایی را در دست داریم که اگر احساس کنیم اقدامات سختگیرانه اخیر طالبان در مورد زنان معکوس یا لغو نشوند، آماده هستیم از آنها استفاده کنیم. او در مورد مراحل احتمالی توضیح بیشتر نداده، اما خاطر نشان کرده است که آمریکا در این مورد از نزدیکی با متحدان و شرکای خود رایزنی کرده است. گفتنی است یکی از اهرم‌های کلیدی فشار واشنگتن بر طالبان 70 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا است که دولت بایدن قرار است نیمی از آن را برای کمک به مردم افغانستان آزاد کند. طالبان روز شنبه چادری را بهترین نوع حجاب شرعی خوانده و به زنان دستور دادند که تا صورت خود را در حضور عام بپوشانند. همچنان این در حالی است که مسعودیان در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: ساعت قبل یک رنجر طالبان در دهکده بیبی چهل دختر قلعه یولنگ دره قاسان شهرستان زیسلای اندراب از سوی مقاومتگران اندراب کمین زده شدند. تمامشان کشته شدند و گفته می شود که هنوز هم درگیری ها جریان دارد. تا کنون نیروهای طالبان درباره نظری ندارند. درگیری ها در اندراب ها شدید شده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید و برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر خواهیم گذاشت. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات شما خواهیم بود.